سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن بیش از 60 تن بر اثر حمله انتحاری در میدان بردک. افغانستان هفتمین کشور خطرناک برای کودکان در سطح جهان. و تایید حملات ایران بر اهداف نظامیش در سوریه از سوی اسرائیل. سلام و وقت شما بخیر. امروز دوشنبه اول ماه دلو سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. من توریالای تابش هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمله انتحاری در میدان بردک 20 کشته و 40 زخمی بر جا گذاشت. جنرال عبدالرازق ساپای فرمانده لوای 4 پیاده در میدان بردک و لوگر میگوید که یک مهاجم انتحاری حوالی ساعت 8 بامداد امروز یک تانک هاموه پر از مواد انفجاری را در برابر دروازه ورودی قطعه ویژه نیروهای امنیتی ملی در ساحه باغ زنانه این ولایت منفجر ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش صادق سنجر. و گفته او 4 مهاجم دیگر که با استفاده از یک موتر نو کرولا میخواستند وارد ساختمان این قطعه شوند در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. ساپی میگوید که در این حمله دست کم 20 نیروی امنیتی کشته و 40 سرباز دیگر زخمی شدند. او میافزاید که تحقیقات در زمینه چگونگی وقوع این رویداد جریان دارد. دونیم و بجوب شاوخوا که یو موټر بم چاودنه میدان ښار کې وشوله چې د هغې له وجې نه 12 امنیتي ځواکونه زخمیان شوي وو. ډېر خطرناکه دي سره، ډېر غړمبې وکړه. زمونږ د کور شي ټولې مات شوې، ولا همسایګانې ټولې شي مات شولې. زیات مغذوب لاره وله چې امبولانسونه زخته زیات تر زیات وخته پورې لاره بنده وله. شفاخانې دې څوک نه پرېښودل، زیات مریضان را جواب نسول هغه ځای نه. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که یک مهاجم انتحاری این گروه نخست یک حمله انتحاری را در برابر قطعه نیروهای ویژه انجام داده و سپس گروه دیگر از مهاجمان انتحاری وارد ساختمان این نهاد شدند. کمیته صلیب سرخ میگوید که افغانستان هفتمین کشور خطرناک برای کودکان در جهان است. ICRC در گزارش تازه‌اش افغانستان را به عنوان یکی از 7 کشور خطرناک دنیا برای کودکان عنوان کرد. در گزارش تازه این کمیته از سوریه، سودان جنوبی، عراق، میانمار، نایجیریا، یمن و افغانستان به عنوان 7 کشور خطرناک برای کودکان نام برده شده و این رده‌بندی افغانستان را در جایگاه هفتم قرار داده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک بیانیه در صفحه تویترش نوشته است همکنون بیشتر از هر زمان دیگر در طول 20 سال گذشته کودکان در معرض خطر هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این بیانیه تأکید کرده است که کودکان نباید قربانی جنگ شوند. چند قبل سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اعلام کرد که در جریان سال 2018 بیش از 10,000 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه جنگ ها و خشونت ها کشته و زخمی شدند که 1/3 این قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. این سازمان می گوید که نامنه ها باعث شده تا 60% دختران به مکتب نروند. یک کارشی بلانی فروشی دارم، همینجا کار میکنم. ساعت های 8 بجه بود که بودم داخل شد گرم بس خواهیم بود. شاهراه سالنگ در پایان امروز بر روی ترافیک باز شد. عبدالبصیر حبیبی مسئول حفظ و مراقبت از سالنگ ها امروز گفت که در حال حاضر هوا صاف است و 8 تیم برفباکی تا پایان امروز جاده را بر روی ترافیک باز کردند. مسئولان حفظ و مراقبت از سالنگ ها میگویند که برفباری از نیمه شب گذشته به این طرف توقف کرده و تیم های برفباکی از ساعت 2 بامداد کارهایشان را برای باز کردن جاده بر روی ترافیک آغاز کرده بودند. عبدالبصیر حبیبی مسئول حفظ و مراقبت از سالنگ های امروز گفت که در حال حاضر هوا صاف است و این راه بر روی ترافیک باز است.
آقای حبیبی گفت که ضخامت برف در سولنگ‌های شمالی و جنوبی به طور اوسط به 2 متر می‌رسد. با گفته او از چهار روز به این طرف حدود 19 برفکوش در سولنگ‌های شمالی و جنوبی رخ داده است. مسئول حفظ و مراقبت از سولنگ‌ها افزود که در جریان چهار روز اخیر در نتیجه برفکوش‌ها به هیچ کس آسیب نرسیده است. آقای حبیبی گفت به دلیل اینکه ما پیش از برفکوش‌ها جاده را برای ترافیک مسدود کرده بودیم، مشکل برای ما به وجود نیامده است. چی بسته است؟ نه امید استاپ میگنم توقف از توجهتان. بعد آشاهای خبری امشب سپاس. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار.